یه فایت جذاب داریم، کومین ایونت این رویداد. چرا این رو به عنوان کومین ایونت انتخاب کردیم؟ به خاطر سطح بالای این دو فایتر بگینر، یعنی دو تا فایتر تازه کار هستند ولی با کلی تجربه، جفتشون بارها قهرمان مسابقات آماتوری ما شدن و این برای ما خیلی مهم بود که این دوتا رو آوردیم و حالا اینجا لایت هیوی ویت در مقابل هم دیگه قرار دادیم. لایت هیوی ویت امید جلیلی، قد 1.83 متر، وزن 93 کیلو، سن 25 سال، بدون رکورد، در مقابل مجید خلیلی، قد 1.82، وزن 93 کیلوگرم، سنم 35 سال، 10 سال بزرگتره. ببینیم چطور میشه. تو کیک بوکس هم رزومه خوبی داره. بریم من اگه اجازه بدی میخوام این فایت رو انونس کنم. بدون رکورد FAE کسی نیست.
سرابند هستم با گزارش این پای در خدمت شما. خب انانسر این مین ایونت و کومین ایونت عرفان ابراهیمیان پای در وزن 93 کیلوگرم امید جلیلی با شورت قرمز و سجاد خلیلی با شورت مشکی هر دو فایتر فایت رو آغاز میکنن. خب خیلی خوش اومدی عرفان جان. سلام علی، چه فایتی بشه؟ دو تا از قهرمانه آماتور ما درگیر میشن. چه استایلی؟ شیکی زمین میزنه، کمرگیری از تلاش برای تکدان از جلیلی. هر دو طرف هر دو فایتر هم فامیلیشون به هم نزدیکه. جلیلی خلیلی، فکر کنم من اسم خلیلی رو اشتباه صدا زدم. ما جلیلی و امید صدا میکنیم و خلیلی و سجاد. سجاد با شورت مشکی و امید با شورت سجاد نیست، اسم مجید خلیلی. داور یه تذکر میده ادامه فایت. یه لوکیک سنگین از مجید میگرده، یه ضربه اقدام به تکدان. چقدر خوب دفاع میکنه خلیلی، با تجربه است. علیرغم فایت حرفه‌ای نداشتن ولی تجربه در فایت های آماتور زیاد داشته. امید میخواد با کمرگیری تکدان کنه که خیلی سخته با توجه به بدن قرصی که مجید خلیلی داره. یه زانو، یه هوک، یه زانو، نبرد کلینچه. ببینیم چه کسی برنده خواهد شد. با اقدام به تکدان، امید تکدان نمیشه. خلیلی کیک یا زانو، زانو میزنه. خطرناکی هم از بدن زد. هر دو دوباره هر دو فایتر به راحتی زمین نمیخورن، این یه فاکتوره. ولی شرایط انرژی زیادی هم از دست میدن. دقیقا فایت بین پر هیجانی با اقدام به تک دان. تو حالت کلینچ، تو حالت کلینچ به هم دیگه تک تک ضرباتی رو میزنن که نمیشه برتری کسی رو مشخص کرد. به نظر من حالا زانو از جلیلی کشتی پهلوانی همون گرفتن، میخواد زیر کتفان خب جدا میشن. ببینیم، میدونم که مجید خلیلی از دست و پای قدرتمندی برخورداره. یهو که چپ رد میکنه و حالا یهو که چپ سنگین از خلیلی. واو، این بار امید میزنه، گردن رو گرفته. گردن رو گرفته، میره برای گیوتین یا نه؟ نه نه، یه زانو میزنه، کار ریسکی نمی کنن. خیلی مراقبن که اشتباهی صورت نگیره. جفتشون اولین تجربه حرفه‌ایشونه و باختن براشون سنگین تموم میشه. تلاششون رو میکنن که باج ندن. من نمیتونم برتری کسی رو مشخص کنم. یه دونه هوک چپ از اوه خلیلی به حال برتری رو مشخص میکنم. امید جلیلی موفق میشه که حریف رو زمین بزنه. جلیلی و حالا سعی داره خلیلی رو مهار. ببینیم خلیلی میتونه از این مخمصه خارج شه. یه پا رو میاره داخل هاف، نگه میداره، سعی میکنه صورت حریف رو دور کنه. فشار میده، فشار میده زیادی، ولی خلیلی فایتری نیست که به این راحتی تسلیم بشه. یه مشت استرایک خواهد
افتاد قرار گرفته خلیلی حساسیت فایت خیلی بالاست. امید جلیلی تونست با این تکدان یه جورایی خیال خودش رو تو رانده یک راحت کنه. دستی وزنی فایتر خیلی سخت بود. باز ضربات گراندم پوند گراندم پوند بازم گراندم پوند بازم خلیلی زد اینجا. واو ببینیم چه خواهد شد. چه الوی تلاش مجدد امید جلیلی جوان و جویای نام. الوی سنگین وزن خودش روی الویش میدازه. دوباره تلاش برای بلند شدن. موقعیت آرنسی رو داره. آیا تایم تموم خواهد شد یا که خیر تلاش برای گرفتن آرنسی و تایم مسابقه به پایان میرسه. خطرناکی گیر کرده بود مجید خلیلی. برمیگردیم به جنگ. راند اول چند ضربه از مجید قسمت استرایک دیدیم ولی خب امید جبران کرد تو خاک ضربه سنگین آرنج به ابروی خلیلی زد. گیجه به نظرم گیج میاد یا داره عداشو در میاره. ظاهرن فایت های کلیو زیاد دیده. بینیش هم ضربه بعد خورده ظاهرن شک میده. ضربه دیگه چه مشتایی میزنه خلیلی. یه ذره کنده لازم تنفسی فشار زیادی رو برانده یه تعمل کردن هر دو پایده. ببینیم به کجا میکشه. جدا میشه یه ضربه دستان عریف زد عدد ننشست گارد بازه. به نظرم امید جلیلی اطمینان خاطری پیدا کرده تو رانده یک و همین خاطر تو رانده دو با تومنینه بهتری داره فایت میکنه. ولی خیلی خطر این فایت کردن البته دستان خونده. واو ببینیم ببینیم تلاششون برای تکتان به کجا خواهد رسید. مشته درست هر دو فایتر خستن و فایت ولی جذابه. هیجان خودشو داره. هر لحظه ممکنه یه اتفاق جذاب بیفته. صورت های داغون داغ فایت فینیش میبینیم. احتمالش زیاده چون دوتا فایتر گارد درستی ندارن. استان خسته ببینیم چه کار میکنند. هر لحظه که از تایم فایت میگذره حالا خلیلی تکدان میکنه خیلی خطرناک اما گیوتینو در اختیار. این بار مجید خلیلی روه بیرون در کلوز گارد قرار گرفته مجید خلیلی. ضربات خودش ببینیم مجید راند یک رو جبران میکنه یا نه. تکنیک کرد تا اینجا او کار پیشه میزنه. سراوت اون چابکی راند یک رو نداره. از لحاظ تنفسی شرایط ایدال رو دقیقا ولی خب امتیاز کنترل رو داره میگیره چون به نفع اون داره زمان میگذره. دیگه دستان قدرت اولی ها رو ندارن دیگه. دو تا فایتر اولین بارشون رو تو رانده 5 دقیقه دارن مبارزه میکنن. دقیقا واو از گاردش هم خارج شد مجید. حالا امیده که داره ضربه میخوره. یه همر فیس دستشون نگه میداره.
دور و نزدیک میشن دیگه ندارن دیگه نمونده که بخوان از دست بدن یا ندارن. شرایط مجید خلیلی بهتره رو مونت نه هفت گارده یه پاش داخل هست زاویه دیده ما مناسب ببینیم هیچ حرکت مفیدی دو طرف نمی کنن. داور میتونه بهشون بگه اگر حرکت مفید نکنید استنداب میدم. داره تلاش میکنه برای سابمیشن خاصی ظاهرم. تلاش برای ریورز و ریورز. ببینیم جلیلی حالا چه کار میکنه. از گاردش هم خارج میشه. جلیلی از این شرایط استفاده میکنه یا نه؟ خیلی خستن هر دو طرف. چیزی به پایان مسابقه نمونده. 10 ثانیه. تو این 10 ثانیه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شماره برای پایان راند. پایان راند دوم. خب ببینیم فایترام چی کار خواهند کرد. ببینیم ظاهرن جلیلی اعلام میکنه که نمیتونم و تمام شد. امید جلیلی باخت رو قبول میکنه. پیروز مسابقه کورنر استاپج. از این زیباتر بزن تمام عیار خون دیدیم بقلده. تلاش برای تکدان دیدیم ساب میشن نزدیک بود باشه فنی. چون یه فایت ام ام ای تقسیم انرژی یه قسمت مهمی تو فایت ام ام ای که با تجربه به دست میاد. البته به نظر من خود خلیلی هم زیاد انرژی نداشت. شاید فایت جلو میرفت خلیلی تسلیم میشد ولی این تصمیم رو جلیلی گرفت و باخت.